گفتمانی به هدف شناسایی پیامدهای ویروس کرونا بر وضعیت کاروبار زنان متشبث. در این گفتمان که زنان تجارت پیشه از فرایدهای حوزه غرب در آن اشتراک دارند، قرار است پس از شناسایی آسیبهای وارده بر کاروبار آنان، راهکارها و چگونگی راههای بیرون رفت از بحران به میان آمده به دولت و نهادهایی که در راستای زنان تجارت پیشه فعالیت دارند ارائه گردد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان هرات میگویند شیوع ویروس کرونا بالای زنان تجارت پیشه این ولایت خسارات انگفت مالی وارد کرده است. شروع تا ختم ویروس کرونا 83% تجارت های خانم ها به حالت تعلیق در آمده و تقریبا 90-95% هم سرمایه های جاری خوده، نه سرمایه های ثابت خوده، سرمایه های جاری خوده از دست دادن و به تعداد کلن خانم هایی که در ولایت هرات ما ثبت و راجستر داریم بیشتر از 300 خانم اینا تجارت های از اونا تا فعلا با حالت تعلیق است. در سالهای اخیر شمار زنان تجارت پیشه در هرات رو به افزایش است. وانگونه که مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان میگویند بیشتر بانوان در این ولایت سرگرم کار در بخش های زراعت و مالداری، صنایع مختلف دستی، رستورانداری، بسته‌بندی مواد غذایی و میوه های خشک، جواهرسازی، نقاشی و همچنان میناتوری اند. با این حال شماری از زنان تجارت پیشه که پس از شیوع کرونا آسیب‌های جدی اقتصادی را متحمل شدند از دولت و دیگر نهادهایی که در راستای حمایت از زنان صنعت پیشه سرگرم فعالیتند می‌خواهند تا برای حمایت از آنان و به منظور بیرون رفت از بحران به وجود آمده برنامه‌های حمایتی را روی دست گیرند. ما تقریبا 80% از کاروبار می به حساب شکست خوردم، هم از لحاظ اقتصادی تقریبا 4 میلیون افغانی می ضرر دیدم و ای که کرونا واقعا رو اقتصاد، رو روان و ای که رو حتی رو اعتماد به نفس که قبلا داشتم رو از این تاثیر گذاشت. ما تقاضامندیم از دونرایی که در این راستا برای حمایت خانوما کار میکنن که حداقل خانوما رو حمایت بکنن، حمایت های مالی و پشتیبانی مالی صورت بگیره و در قسمت مسائل جواز که سالانه تمدید میشه یک مقدار تخفیف اگر صورت بگیره در حد پیشنهاد، یکی از رایل هایی که در قسمت حل چالش های خانوما توجه بشه و به مشکلات خانوما باید در اولویت کار دونرها قرار بگیره. بخشش هزینه تمدید جواز فعالیت، دادن قرضه های کوتاه مدت و بلاعوض به زنان تجارت پیشه و همچنان در نظر گرفتن بسته های کمکی و تشویقی برای احیای دوباره کاروبار زنان تجارت پیشه از مواردی هستند که شامل بسته پیشنهادی اتاق تجارت و صنایع زنان هرات به حکومت و دیگر نادخواست. موضوعات خانم ها در اولویت کاری ما هست. ما قبل از این در هفته گذشته این موضوع مطرح کردیم. مؤسسات همکار با خانم های تجارت پیشه مکتوب صادر می کنیم، با اونها نشست هایی داریم که امتیاز های قائل بشن و سهولت های بریاض خانم ها ایجاد کنند. بر بنیاد آمارهای مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان هرات پیش از شیوع ویروس کووید 19 1500 خانم در سطح شهر و ولسوالی ها سرگرم تجارت های کوچک و متوسط بودند که با شیوع این بیماری خسارات مالی زیادی متحمل شدند.